تصویری که خبرنگاران به طور معمول از ترابلس دریافت می‌کنند، معمولاً از داخل یک اتوبوس دولتی می‌باشد. این تصویر کاملاً نشان می‌دهد که همه از دولت حمایت می‌کنند. این تصویر برای دوربین‌های ما درست شده است. یک لیبی که دولت معمر قذافی می‌خواهد به ما نشان بدهد، لیبی است که گویا تمامی مردم حامی دولت او می‌باشند. اما افراد اپوزیسیون در ترابلس داستان کاملاً متفاوتی را تعریف می‌کنند. در حالی که برخی از مردم عکس معمر قذافی را به طور علنی می‌پسندند، دیگران به طور مخفیانه آن را می‌سوزانند. برخی از فعالان اپوزیسیون در ترابلس بزرگترین تابلویی که بر روی آن عکس معمر قذافی بود را در روز روشن سوزاندند. من توانستم آن فعالی که این کار را کرده ردیابی کنم. اسم او نیز می‌باشد. از جنبش نسل آزادی. او می‌گوید این یک اقدام نمادین است چون که در قلب ترابلس می‌باشد. برخی از افراد می‌گویند که در این شهر هیچ مخالفتی با معمر قذافی وجود ندارد. اما این حقیقت ندارد. مطلق حقیقت ندارد. مخالفین بسیاری علیه رژیم حاکم در ترابلس هستند و فعال نیز می باشند. نیز یک پیشرو جنبش نسل آزادی می باشند. جنبشی که یک سازمان آزادی خواه در ترابلس است و در مخفیکاری مطلق کار خود را پیش می برد. او تصاویری از اقدامات خود را به سکنن ارسال کرد. این افراد از فناوری پیشرفته استفاده می کنند تا مخالفت خود را با رژیم حاکم بیان کنند. از نظر من الان وقت به جان خریدن این خطرات هست. الان باید این مخالفت ها رو کرد. ما الان در یک مرحله تاریخی در زندگی خود می باشیم. سالیان است که مردم لیبی با این حکومت مخالف بودند. من هم یکی از این افراد بودم. حالا وقت اون رسیده که تا به پا خیزیم و کار خود را انجام بدیم. او میگوید که آنها جوانان عادی می باشند که دارن خطرات بسیار وحشتناکی را به جان می خرند. آن هم در شهری که مملو از نیروهای مسلح دولتی است. اگر شما رو بگیرن چه بر سر شما میاد؟ نیروهای امنیتی نقاط ایست بازرسی بسیاری دارن و میتونن به خاطر کاری که ما انجام میدیم به سمت ما تیراندازی کنن و بعد هم آنها به هیچ کس پاسخگو نخواهند بود. احتمال داره که اگر بازداشت شویم اعدام بشیم. دولت حاکم توانسته با استفاده از خشونت تظاهرات‌های خیابانی در ترابلس را ساکت کند. اما تنها بعد از چند هفته که از تهیه گزارش از این شهر گذشت، من دریافتم که یک جمعیت بسیار بزرگ وجود دارد که مخالف معمر قذافی در این شهر هستند. این روند ورق خوردن تاریخه. اقدامات ما کاری است که مردم به مدت طولانی حتی بعد از رفتن ما هم در مورد آن صحبت خواهند کرد. نیز امیدوار است بتواند آنها را فعال کند. ما می‌خواهیم کسانی که در سراسر جهان به تصاویر ما نگاه می‌کنند، کسانی که در لیبی دارن به تصاویر ما نگاه می‌کنند، درک بکنند که فعالیت‌های در ترابلس وجود داره و به شدت پیش میره و گسترده میشه. این اقدامات تا پایان سرنگونی رژیم ادامه خواهد داشت. این هدفی است که بسیاری از فعالان در ترابلس با آن امید داشتند.